آقا یه دونه حرم امام رضا رفتن بدونید چقدر ثواب داره؟ وقت تو هی میری حرم میای اصلا لازم بود نداره. من تعجب میکنم، میگم چرا این قوقا به پا نمیکنه با حرم رفتن؟ میدونی برای چی؟ برای که شاکی میره. اصلا تو میری پیش ائمه هدا زیارت امین الله که میخونی، زیارت امین الله صفحه اول میگی خدای منو راضی کن، صفحه دوم میگی خدای من راضیم چقدر اوضاع خوبه، بهش میگه آقا دم حرم وایسا بگو خدای راضیم، میگه من راضی بودم که همه را نمی اومدم، من شاکیم. تا دم حرم امام رضا تو قطار تو ماشین نشستن با رفقا گپ بگو بخند خوشحالن دارن میرن، دم حرم میگه که خب دیگه اینجا بچه ها سنگین باشید، احساس معنوی خوب پیدا کنیم، میخوایم وارد حرم امام رضا بشیم. حالا احساس معنویش نگاه کنیم چجوریه. ای امام رضا من بدبختم. نامرد تو تا الان داشتی بگو بخند میکردی، همچی به امام رضا رسیدی من بدبختم؟ کی به تو گفته این احساس خوش معنویه؟ کی اینجوری به تو یاد داده؟ آقا شاید ذاکرین اهل بیت یا آقای تو منبر تو روزش گفته آی گرفتارا آی خب معناش این نیست که گرفتارا پیش امام رضا عزیزتره. خب مگه دل شکسته رو نمیخرن؟ بابا آخه تو چرا برعکس برداشت میکنی؟ وقتی امام رضا دل شکسته رو میخره این به خاطر اینکه شادی تو رو دوست داره. وقتی مادر میبینه بچهش دستش بریده میگه وای عزیز دلم بغلش میکنه، معناش این نیستش که بچه ها رو همه رو دستشون رو ببری بغل مامان، چون مامان بچه دستش ببره بیشتر تحویل میگیره، با مامان بچه سالمشو میخواد. بله بچه دستش ببره مامان جیغ و بیغش در میاد بچهشو بغل میکنه، ولی این معناش نیست که بابا بچهای ما دستشو ببری بنزی بغل ما. این چه جور برداشتیه؟ حالا دستش هم نبریده این خالی بندی میکنه مامان دستم بریده، مامان میخواستم منو بیشتر، میگه نامرد من تو رو دوست ندارم که اینجوری داری رفتار میکنی، شاد باش من کیف کنم از قیافت. رفتید حرم اگه گرفتاری هم داشتی لبخند بزن هنگام ورود، بگو آقا امام رضا قصه من نخوری ها، بگی حالا فلانی مشکل رو داری فدای سرت، اصلا هیچی نیست آقا امام رضا فدای تو بشم الهی، چه حرمت شلوغه عزیز دل زهرا، اینقدر خوشحال میشم میبینم دور تو گرفتن، امام رضاست دوست داره همه میان تو حرم راضی باشن. بعد شما برو تو حرم بگو آقا من راضیم. شما فکر کردیم امام رضا میفرماد خب این که راضیه گرفتاری نداره، خب هیچی. شما اینجوری فکر کردیم ای امام رضا من بدبختم. نامرد تو تا الان داشتی بگو بخند میکردی، همچنین به امام رضا رسیدی من بدبختم؟ کی به تو گفته این احساس خوش معنویه؟ کی اینجوری به تو یاد داده؟ خب مگه دل شکسته رو نمیخرن؟ بابا آخه تو چرا برعکس برداشت میکنی؟ وقتی امام رضا دل شکسته رو میخره این به خاطر اینکه شادی تو رو دوست داره. شاد باش من کیف کنم از قیافت.